راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنه. امروز فقط حرف های احمقانه بی خطره. اخم بر چهره نداشتن از بی احساسی خبر می دهد. و آنکه می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانی است؟ این چه زمانی است که حرف زدن از درختان عین جنایت است؟ وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم، کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسه. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. از قدیم گفتند بخور بنوش و از آن چه داری بهره بگیر، اما چطور میتوان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنه‌ای مستحکم است؟ اما با همه این حرف ها باز هم میخورم مینوشم. من هم دلم میخواهد از روی خرد زندگی کنم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ گفتن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن. این است خردمند. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد میکرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان سنگرها خوردم، خوابم را کنار قاتلها خفته، عشق را جدی نگرفته و به طبیعت دل نداده. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من تمام راه‌ها به مرداب ختم می شده. زبانم مرا به جلادان لو می‌داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران دردسر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست.
از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعید است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد که از زمانه سخت ما هم چیزی بگوید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌هامان کشور عوض کردیم و میدانهای جنگ طبقاتی را با یأس پشت سر گذاشتیم. آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگ دل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما به رأفت